بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. رسانه‌های کویتی روز گذشته جمعه 6 بهمن 1402 شمسی به نقل از وزارت کشور کویت از خنثا کردن یک عملیات تروریستی علیه مسجد و حسینی شیعیان در این کشور خبر دادند. رسانه‌های کویتی از هویت افراد تروریستی که قصد انجام عملیات علیه مراکز شیعی داشتند پرده بر نداشته، اما اعلام کردند که این افراد که از دیگر کشورهای عربی بودند بازداشت شده و پرونده آنها برای رسیدگی به دستگاه قضایی کویت تحویل داده شده تا پس از رسیدگی و محاکمه مجازات شوند. به گفته این رسانه‌ها، افراد بازداشت شده 3 نفر بوده و وابسته به یک گروه تروریستی هستند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، برای قتل تعدادی از شیعیان در عملیات‌های تروریستی طراحی کرده بودند. اسامه ربیعی، رئیس اداره کانال سوئز مصر، روز پنجشنبه اعلام کرد که درآمد این کانال در ژانویه 2024 میلادی نسبت به ماه مشابه سال گذشته 44% کاهش یافته است. کانال سوئز دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل می کند و بنابراین کوتاه‌ترین راه اتصال دریایی میان آسیا و اروپا است. گفتنیش بیش از 10% از مجموع تجارت جهانی از طریق دریای سرخ صورت می گیرد. ستاد مدیریت حوادث غیر مترقبی ترکیه اعلام کرد که ساعت 8:19 زلزله‌ای به قدرت 5.1 ریشتر در منطقه اژه و در ازمیر واقع در جنوب غرب ترکیه رخ داد. این زلزله در عمق 8.5 کیلومتری زمین رخ داده و در حدود 10 تا 15 ثانیه طول کشیده، اما خساراتی به بار نیاورده است.